ریحانه ما اینجا جمع نشدیم که برای سوکواری یا عزاداری ریحانه صحبت کنیم. ریحانه اسطوره‌ای شد برای خودش در مقابل نه به جمهوری اسلامی، نه به تجاوز، نه به زورگویی، نه به بی‌عدالتی. ریحانه طی اون 6 سالی که در زندان بود با نشستش زندان با زندانیان تبدیل شد به یک مدافع حقوق زن، مدافع حقوق انسان، مدافع کسانی که بهشون تجاوز شده و در برابر قانون جمهوری اسلامی، قانون شریعه جمهوری اسلامی ایستاد و مقاومت کرد و افشاگری کرد. ما اینجا جمع شدیم از ریحانه صحبت کنیم و از او، از شجاعتش، از حرفاش، از نوشته‌هاش صحبت کنیم. من شعری میخونم از جاله اصفهانی در صحبت اولم از ریحانه. بشر که قطره ای از خون نمیتواند ساخت، مدام دریا دریا چرا بریزد خون؟ مباد کشتن انسان و کیفر ایداد ز دادگاه جهان نیست باد این قانون. ریحانه زنی که به ناعدالتی، به تبعیض و سرکوب زنان نگفت، فریاد هزاران زن شد که به سنستیزی و قوانین و فرهنگ مردسالانه و نابرابری نمیگفت. ریحانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مردسالان را به مبارزه طلبی و سکه پولش کشید. ریحانه میگوید من میدانم که هیچ انسانی فاسد به دنیا نمیآید و همه فسادها و شرارتهایی که در جامعه و بین آدمها محصول شرایط محیطی و همچنین تصمیم فرد محیط فاسد است. میگوید من ریحانه جباری 26 سال دارم و اکنون میدانم که شرایط محیط و خانوادگی میتواند در سرنوشت و آینده هر انسانی فارغ از توانایی ها، هوش و اصرار او تأثیر شگرفی بگذارد. اکنون میدانم که نمیتوان بدون در نظر گرفتن بستر زندگی و دانستن پیشینه هر فرد او را به قضاوت کشید. من در گفتگو با مینا زنی که تو زندان باش آشنا میشه و زنی که در اصل همفروش بود، من در گفتگو با مینا دانستم که هر کس با هر ذات و استعدادی اگر در آن شرایطی قرار بگیرد مینای دیگر خواهد شد. اکنون بعد از گذشت سالها از روز حادثه یاد گرفتم که حیات هر انسان دلیلی فراتر از آنچه که به نظر میرسد دارد. سربندی با وجود سالیانی که از عمرش گذشته بود این درس را از زندگی نگرفته بود، وگرنه میدانست که اعمال زور در تحمیل خواستش به من حق نیست، وگرنه میدانست که حق ندارد قریبم دهد یا به زور خود را به من تحمیل کند. شبها روزهای بسیاری را در این فکر گذراندم که چرا چنین اتفاق افتاد، چرا سربندی به طمع تشکیل جان تنم افتاد، چه شد که مردی با آن جسه تنومند از پای در آمد. پاسخی که یافتم این است: انگیزه های ما دو سوی تناب سرنوشت را می کشد. از سوی او بود با انگیزه های لذت خواهی و زورگویی، از سوی من بودم با انگیزه فرار از زورگویی او. این کشف را بعد از اینکه با زنان زندانی همنشین شدم پیدا کردم. توی جمله پرانتز می نویسه عجب کشف بزرگی که چند قاضی از عهده‌اش بر نیامدند. اینجاست که به مساف می طلبه، به چلنج می کشه، به مبارزه می کشه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو. میگه این خیلی ساده است، خیلی روشنه و چند قاضی بی‌لیاقت با قوانین شرعی اسلامی انسانها رو در چند ثانیه به طناب دار می‌سپارن. این قضیه رو نتونستم بفهمم. ریحانه با شجاعت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به چلنج و به مبارزه می‌طلبه. میگه تمام اینهایی که شما انجام میدین، اعدام‌ها، زنان تنفروش، مواد فروش، معتادین را به طناب دار می‌سپارید، این قانون رو به چلنج مبارزه می‌کشه. ما اینجا هستیم تا به شجاعت و درود بفرستیم، به مبارزش، به 6 سال تلاشش، به آموخته‌هاش و به نوشته‌هاش و به احترام او و به احترام او و درود او اینجا هستیم. زنده باد آزادی، زنده باد آزادی انسانیت، شرافیت و نابود باد جمهوری اسلامی.